سلام، من مهران مبینی هستم و این دومین ویدیو در رابطه با بهداشت حنجره است. توی این ویدیو میخوایم در رابطه با نوشیدنی ها و اثرات اون بر صدا با همدیگه صحبت بکنیم. همراه من باشید. قبل از اینکه بحث اصلیمون رو در رابطه با نوشیدنی ها شروع بکنیم، چند تا نکته رو میخوام خدمتتون عرض بکنم. نکته اول، مطالبی که توی این ویدیوها خدمتون عرض میکنم برای دوستانی هست که از صدا به عنوان یه ابزار استفاده میکنن و در واقع شغلشون صدا پیشگیه، خواننده، مجری، دوبلور، بازیگر. بنابراین اگر بعضی مطالب به نظرتون سخت گیرانه اومد، به دلیل اینکه کسی که از تارهای صوتیش به عنوان یه وسیله استفاده میکنه باید به این فکر بکنه که تا سالهای سال میخواد از این ابزار استفاده بکنه. پس بنابراین باید مراقبت بکنه. نکته دوم، خیلی ها معتقدن که نوشیدنی ها، غذاها یا دود اثری روی تارهای صوتی ما نمیگذاره. خب، ما اصراری نداریم. ما مطالبی رو که تو این سالها تجربه کردیم یا مطالعه کردیم با شما در میون میگذاریم. حالا شما استفاده بکنید یا نکنید دیگه با خودتون. نکته که باید بهش توجه بکنیم اینه که عکس العمل تارهای صوتی هر آدمی نسبت به مواردی که در موردش صحبت میکنیم کاملا متفاوته. پس لطفا خودتون رو با کسی مقایسه نکنید. مطالبی که ما میگیم سعی میکنیم کاملا قابل فهم باشه و وارد مسائل پزشکی نمیشیم چون تخصص ما نیست. پس در صورتی که مشکلی برای تارهای صوتیتون پیش میاد حتما با یه پزشک متخصص مشورت بکنید. مطلب دیگه این که مواردی که ذکر میشه همه موارد نیستن. ما سعی میکنیم مطالب مهم رو بهش اشاره بکنیم. شما هم اگر مطلب مهمی در رابطه با نگهداری از تارهای صوتی میدونید حتما برای ما کامنت بکنید. خب بریم سراغ بحث اصلیمون، یعنی نوشیدنی ها. میخوایم از نوشیدنی های الکلی شروع بکنیم به دلیل اینکه مثل سیگار و قلیون که یه وقتی توصیه‌های اشتباهی از طرف بعضی افراد میشه، در رابطه با الکل هم این موارد دیده و شنیده میشه. ببینید دوستان، خیلی از خواننده‌های بزرگ برای اینکه استرسشون کم بشه یا اینکه فشار رو از روی تارهای صوتیشون بردارن، اقدام به مصرف الکل میکنن قبل از اجرا یا در موقع اجرا. اما اتفاقی که میفته در واقع برعکسه. ببینید، اولین اثری که الکل میگذاره اینه که تمرکز رو از شما میگیره و شما بدون اینکه بخوای فالش میخونی، خارج میخونی و دیگه خبری از انعطاف صدا و ایجاد دینامیک و نوانس نیست. مسئله دوم، به دلیل اینکه خون رسانی بیش از حدی به بافت حنجره اتفاق میفته، فشار نه تنها کم نمیشه بلکه چند برابر زیاد میشه و خواننده مجبوره به خاطر اینکه این کمبود رو جبران بکنه و نوت‌هایی که میخواد بخونه و همیشه میخونده ولی الان نمیتونه، فشار زیاد میاره به تارهای صوتی و این نتیجه عکس میده و گاهی آسیب میزنه به تارهای صوتیش. استمرار در استفاده از الکل و نوشیدنی‌های الکلی یه سری مشکلاتی رو به وجود میاره. دامنه صدا کم میشه، رنگ صدا عوض میشه، انعطاف صدا کم میشه. برای اینکه نوت‌های بالا رو بتونی راحت بخونی فشار زیاد میاری، تورم، التهاب و تقریبا همون مشکلاتی که سیگار به وجود میاره، الکل هم توی دراز مدت به وجود خواهد آورد. پزشکا معتقدن که استفاده همزمان الکل و سیگار احتمال ابتلا به سرطان حنجره رو تا 7 برابر افزایش. بریم سراغ قهوه و نسکافه. ببینید دوستان، ما حرفمون این نیست که خواننده یا صدا پیشه از قهوه استفاده نکنه. چرا؟ استفاده بکنه. خود منم استفاده میکنم. منتها مقدار مصرف تو طول روز باید اندازه مشخصی داشته باشه. از یک فنجان بیشتر نشه. مقدار مصرف که زیاد میشه
متابولیسم بدن خیلی بالا میره و باعث تسریع در فعالیت سلول های مولد خلط توی حنجره میشه و این مساویس با ایجاد خلط زیاد در گلو. خب این خلط غلیظ میشه و خشکی دهان به وجود میاد. کسایی که صداشون خشن هست، گرفتگی صدا دارن، اصلا از قهوه استفاده نکنن. مواردی که در رابطه با قهوه گفته شد در رابطه با چای و نوشابه های گازدار هم صدق میکنه. این نوشیدنی ها به دلیل داشتن کافئین و یا مواد شیرین کننده توی دراز مدت برای تارهای صوتی مسئله ایجاد میکنن. کافئین موجود توی این نوشیدنی ها باعث میشه که آب زیادی از بدن دفع بشه و شما گرفتار خشکی گلو و حنجره بشید. خب مواردی که تا اینجا گفتیم بیشتر مواردی بودن که ممکنه مضر باشن برای صدای ما و حنجره ما. بریم سراغ یه سری نوشیدنی هایی که میتونن برای تارهای صوتی مفید باشن. مهمترین نوشیدنی برای سلامت تارهای صوتی آب هست. یه خواننده باید روزانه مصرف آب رو خیلی زیاد توی برنامه غذاییش داشته باشه. ببینید دوستان، زمانهایی که خواننده ها اجرا دارن و یا میخوان به شکلی از تارهای صوتیشون استفاده بکنن، همون روز اجرا استفاده از آب کفایت نمیکنه. از چند روز زودتر شما باید اقدام به خوردن آب و آبرسانی به بدن بکنید تا رطوبت حنجره رو در روز اجرا تامین بکنید. زمانی که ما از تارهای صوتیمون استفاده میکنیم، عبور هوا از تارهای صوتی زیاد اتفاق میفته و این خودش باعث خشکی حنجره میشه. آب در واقع یه لایه محافظ روی تارهای صوتی به وجود میاره. مثل اینکه ما داریم چرخدنده های صدامون رو روغنکاری میکنیم و این از آسیب هایی که ممکنه به خاطر خشکی حنجره به وجود بیاد جلوگیری میکنه. در کنار مصرف به اندازه آب، نوشیدنی های دیگه هم هستن که شما میتونید ازشون استفاده بکنید، مثل انواع دمنوش ها که مثل دمنوش آبیشن، دمنوش عناب، دمنوش بهدانه، که البته با مشورت با دوستانی که در زمینه طب سنتی کار میکنن میتونید از این موارد هم کمک بگیرید. از ترکیب آب ولرم، عسل و آب لیمو غافل نشید که مواقعی که گرفتگی صدا برای شما پیش میاد میتونه گزینه خیلی مناسبی باشه. در رابطه با مصرف نوشیدنی ها چند تا نکته وجود داره و اونم اینه که هیچ نوشیدنی رو خیلی سرد یا خیلی گرم و داغ استفاده نکنید. هر دوی اینا میتونه آسیبزا باشه و بهترین دما برای نوشیدنی شما دمای محیط، دمای اتاق هست که مشکلی برای تارهای صوتی ایجاد نکنه. دوستان عزیز، مواردی که گفته میشه بعضن مخرب صدا هستن و بعضن محرک و ممکنه باعث تخریب صدا نشن، ولی برای قبل از اجرا گزینه مناسبی نباشن. مثلا خوردن نوشیدنی های خیلی ترش یا خیلی شیرین. در رابطه با آب هم این نکته رو بگم که بهتر آب روزانه‌ای که مصرف میکنید آب تصویر شده یا آب جوشیده سرد باشه، به دلیل اینکه آبی که در لوله هست و به صورت لوله کشی به منزل میاد یه سری مواردی رو اضافه میکنن برای تصفیه آب و همین خاطر ممکنه مشکلاتی رو برای شما ایجاد بکنه در دراز مدت. خب ما سعی کردیم نکات اصلی رو در این رابطه بگیم. شما هم اگر چیزی میدونید، تجربه شخصی دارید و مواردی رو میتونید به این مواردی که تو این ویدیو گفته شد اضافه بکنید، زیر همین پست برای ما کامنت بکنید. مواظب خودتون و صدای قشنگتون باشید.